پایان عملیات مهدیخان، مجازات استعدادیاب، قاچاق بازیکن و لغاز قسمت آخر، تنهایی مهدیخان. ای بابا اینم که نمیاد. ما رو تسکین که داره همینجور نگرمون داشته. آقا مهدیخان صدا کنیم میاد نگه خسته شدیم و کار داریم به خدا. ای حالا مهدیخان، حال شما خوبه چطورین؟ چه عجب از این طرف ها؟ مشتاق دیدار قربان شما. استعدادیاب یادی از ما کرده؟ میخندیم. هاکی کار میکنیم. نقشتون چیه؟ واسه چی اومد اینجا؟ کی آزادت کرد؟ نقشه؟ ما اصلا نقشه چیه؟ ما دیگه ما اصلا محبت شما نسبت ما سامت شده است اومده بودم فقط بچه ها سر بزنم و یه ذره الهی ها رو ببینم و همینجوری یه سلام احوال پرسی بکنم باشون بالاخره دل ما اینجا گیره دیگه. خب اینجوری نمیشه مثل اینکی من یه جور دیگه باید با طرف بزنم. اینو میبینی؟ این دوربین مداربسته یک تو هر شب رأس ساعتهای مشخص اومدی توی بطری بازیکنهای مشخص مواد ریختی. ها؟ دوربین؟ آقا من میگم نقشه ندارم. من خیلی شما حالا تکرار میکنیم یه نقشه نقشه من حالا مسخرمازیه ولی خب حالا ما نقشه نداشتیم من همینجوری گفتم بهتونی. مهدی میدونست اگر استعدادیاب برگرده شاید نقشه دیگه بکشه پس دیگه ریسک نکرد و رفت سراغ آخرین گزینه. نوعه مواد و مقداری هم که ریختی آزمایشگاه مشخص کرده. فقط کافیه همین الان زنگ بزنم به سرهنگ مظفری. همین الان میریدم و جمعت میکنم. سرهنگ هم که آخه از خودتونه. اصلا حرفا اصلا الان خب گزینه دیگه هم هست. سرگرد. سرگرد هم هست. هر کدوم دوست داری میتونی انتخاب کنی. چه کنی شوخی میکنم. 0 912 536 من دارم خدا سرگرد نه چشم اعتراف میکنم به تو میگم. آها آفرین خیلی خوب اعتراف کن. قرار بود چند تا از بازیکناتون رو معتاد کنیم. تو چند تا از شبای گذشته که همینجوری دوربین مداربستتون داره نشون میده این کار رو اومدم انجام دادم و امشب هم نوبت الهیار بود که دیگه تیر آخرمون بود که کارتون رو تموم میکرد چون میدونستیم اگر الهیار معتاد بشه دیگه کارتون تمومه. گاردیونا کلوب منو آزاد کردن. کلوب؟ کلوب هم وارد این قضیه شد؟ نقشه این کلوب بود. کلوب به گاردیونا گفتش که بره من بیاد منو آزاد کنه و هر نقشه‌ای داشتم مأموراتشون انجام دادم اما از نقشه های بعدیشون اصلا خبر ندارم. من فقط نقشه هایی که بهم میگفتن امشب برو انجام بده رو انجام میدم. حتی شب بعدشون نمیدونستن که باید چیکار بکنم. حتی شاید فردا یه نقشه دیگه داشته باشم ولی من نمیدونم. آقا انتظاری آمادش کن. آره الانم اگر تا 10 دقیقه دیگه بهشون خبر ندم به معنی اینه که لون رفتم پس هر چیز زودتر بذاریم برم دیگه بذاریم برم لون. آره شرط داره این لباسه رو که بهت میدم میپوشی اگر رفتی پیش گوردیولا کلوب گفتن که چرا لباس تو عوض کردی میگی به خاطر اینکه دوربینای جاده شناساییم نکنن لباسمو عوض کردم تا هم رنگ بادیگاردای مهدیخان نباشم. هیچکس بهت شک نمیکنه تا اینکه خودت بخوای لو بدی چیزیو. باشه برو این چش شما هر لباسی بدی من میپوشم مثلا هیچ مشکلی نداره همین الان لباسا رو بدی من میپوشم. معلوم نیست لباس خوبه اونی چه بهشم میاد. من پدرسون در میارم. آبارکلا دو بر هیچ نیوکاسل رو بردیم. هنوز چلسی صدر جدول و ما دومیم. این خبر بدیه. بازی بعدی با وست همه و بعد از وست هم با چلسی بازی داریم که صدر جدول. اگر بتونیم این بازی رو ببریم بازی بعدم ببریم صدریم. متاسفانه در بازی با وست هم نادری و عارف غلامی و عزت اللهی به خاطر اعتیاد توی ترکیب اصلی جای نداشتن. بلغاز تنها تر از همیشه شده بود. غیاب نادری، عزت اللهی و غلامی و مهدیخانی که نمیتونست راز تیم رو فاش کنه و دلیل اصلی غیاب بازیکن شبکه. حالا بادی چونو میشه بعد الله یار سید من کاپیتان تیم. وسط رونالدو بده وسط رونالدو رونالدو بچرخ رونالدو بچرخ رونالدو بچرخ رونالدو شوت 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 ووک. در رو به سمت راست میسونید لیونل مسی وسط تر خود مسی اونجا راه میدادیم کریستیانو رونالدو الله یار سید من چ برین تو پاش. جون مخره من میدونم با شما خیلی زاده بگیرش. نذار نزن نزن نزنه. چون به جلوتر میاد بازیکن ها مزرعه تر به جلوتر میرسونم اونجا قندی پور جلوتر اه. مگه کل تیم بنگی شده سه نفر بودن. شجاع خلیزاده چه به جای عارف غلامی وارد زمین شده. شجاع خلیزاده که اوورالش اومده پایین دوستان نشرفته بالا میتونه تو برای حریف بگیری یا نه. بله راه بنداز الهیارو 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 نرو 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 حالا بیاین کمک حالا شوت تو بزن ای خدا. نیمه اول مساوی شد و بعد از نتونست گلی به ثمر برسونه. پس سریعا ما تغییر تاکتیک میداد. برابی به جای لیونل مسی و دفاع چپ به جای بازیکن آکادمی غنیپور. حالا اونجا الهیار شوتش در میان ریماند تورا میتونه دروازه است. وای بدبخت شدیم آجی بدبخت شدیم. تیم کامل بره بالا بگیره شوت کن من شوت کن شوت کن شوت کن توی دروازه گل.
مهدی میدونست که چیکار کرده بود و جواب اعتمادی که هوادارا بهش کرده بودن همینجا مشخص شد. بده قندی بره. قندی بیار وسط. قندی برو ما چلا دیریم. قندی پور جوان میرسون جلوتر. علی پور شوته بعدی. سمتیات مرانگ ولغاز با درخشش مهدی ترابی بازیکن طلای تیم که دبل کرد. خدایا مگه میشه هنوز نریم صدر جدول؟ به خاطر سه تا دونه توازن گل که اونا 29 ما 26 شیم هنوز نرفتیم صدر جدول و من هی دارم بهتون میگم گل بزنی. به بازی سرنوشت‌سازی رسیده بودیم که 80% قهرمان لیگو مشخص میکرد. در کنار تمامی خبرهای بعد غیاب نادری، عزت اللهی غلامی، شجاع خلیزاده هم به خاطر مصونیت بهشون اضافه شد. پپ استرس علکی نداشته باش. بی خود استرس اون نداشته باش، کارشو بلده. بیا باید بریم سراغ نقشه آخر. بازم نقشه داری تو؟ این بار چیه؟ جنگ ایران و عراق یادته؟ آره. الان ما عراقیم. مهدی خان و تیمش همراه مردم ایرانن. زمانی که عراق به ایران حمله کرد، مردم ایران نسبت به عراق بدبین میشن و پشت حکومتشون یعنی مهدی خان در میان. اما اگه برعکس این باشه، یعنی افراد و فن پیجایی که به خود مهدی خان مثلا از خود مهدی خان اعتراض کنن، اون موقع کودتا شکل میگیره. یعنی میخوای با این کارات واسه همیشه همه پشتشو خالی کنن. اون شب گواردیولا کلوپ همه فن پیجایی ولغازو پیدا کردن و با دادن پیشنهادهای بیشرمانه ذهنیت فن پیجا رو خراب کردن. از حمایت نکردن مهدی خان گفتن و از هدر دادن زمان برای تیم ولغاز. این چیزی بود که فن پیجا برای زمین زدن مهدی خان نیاز داشتن، پس قبولش کردن. ساعت یکی بعد از ظهر ولغاز چلسی. هرچقدر هم که ولغاز تنها و تنها تر میشد، اما هوادارا پشتش بودن. کل ورزشگاه نارنجی پوش بود، فقط برای ولغاز و حمایت از تیمی که میخواست قهرمان بشه. همه جلو بریم بالا ببینم. نگارش تو قندیپور رو سرت بالا داری. قندیپور برو تو بیا تو قندیپور پاسو بده بزنید. نه جانم قندیپور بده لبخند بره. برو قندیپور خودشو فدا کرد واسه اینکه این گل بشه. باید این گل بشه. برس پاس بیرون شوته مسی توی دروازه است. ولغاز داشت برای بقا میجنگید نه برای برد، پس در این راه باید جونشون رو فدا میکردن. عمرن هیچی نیست. آرامش باشه. تموم میکنه کارو. صدر جدول میگیره. حالا صدر جدول همین هم میخواستم. واش خدا چرا تموم نمیشه این بدبختی های ولغاز. رضا قندیپور یک هفته مصدوم شد. باز جای شکرش باقی شجاع خلیزاده برگشت. چرا پسی نمیاد؟ داره یواش یواش آخرهای شب میشه. بیا دیگه کجایی استعداد یا خوب هستا جونم من آخره میسادیم. ای بابا چور در رو میکنن اینا. من هم استعداد یا در رو باز کنیم باردی اونا. ای بابا یکی داره زنگ میزنه. بزا برون در رو باز کنم ببینم کیه. ببین کیه. نه وایسا در رو باز نکن. صبر کن از تو گوشی میبینم. آه خودت چیز میکنی. خب ببین کیه. نمیدونم قیافش آشناه ولی نمیشناسمش. تو میشناسیش؟ نه منم نمیشناسمش. احتمال بدم آرتتا باشه، رفیق قدیمی ما. حالا نه ایشون هم نیست. بلکه زنگ زد که منو بعد درو باز کنه. بیخیالش. ولغاز به مرحله 1/8 حذفی رسیده بود، جایی که بعد در مقابل بنفیکا قرار میگرفت و این بار رضا دهخانی بود که جای قندیپور رو پر کرد. این بار ولغاز گرچه تنها تر اما با خیال آسوده به بازی چمپیونز لیگ رفت. برو ببینم رونالدو همینو برو همینو برو رونالدو همینو برو تاتا برو همینو برو رونالدو برو 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 بزن باری کلالی اولون مسی هم مزابی گل. حالا تو بیا بگو سوپر استار نیست. اینا همه تمرین شده گل. برو اونورا بگیر. تو اینورا بگیر. آقای رونالدو وسط نره دیگه. این کیه دیگه؟ هیتاچی. وای. دمت گرم وری غفوری. برو لب خط صداش نره. برو. یه پاس زیبا به دهخانی اگر برسه بهش لب خط گوش. دهخانی میگیره اونجا توپ رو. بعد ارسالش بکنه دهخانی. یه سر توپ زیبا. یه نفر جا میذاره. دهخانی باز دوباره کاته. بزن. وای. گله. وای تمام گل کالا. هوادارا به وجد اومده بودن. انگار بهشون الهام شده بود که تیمشون میخواد سگانه رو بگیره. بین دو نیمه ترجیح داد علی پور که انگیزش بالا بود و به جای رضا دهخانی که انگیزه پایین داشت تعویض کنه. رونالدو بزن هدر رو ببینم. نگرش دار استوب کن. استوب سینه رونالدو. برو کله برو مسی برو. آهان مسی
بیا داخل یه دمه تاس میخوام. نه میزنیشو میزنیشو بزن 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 دارم مت میگم داره میره بگی توپشو. حالا مسی حالا میگن به این مسی به این میگن مسی گم شو کنار رو بینم. بزن بزن مسی گول سومه. بلغاز با درخشش لیونل مسی اولین مرحله حذفی چمپیونز لیگ رو با 3 گل پشت سر گذاشت به هوادارانی که مسی رو با صدای بلند تشویق میکردن. یه لحظه صبر کن استادیابی خودمونو فکر کنم. اگه استادیابی که راش بده دیگه من دارم اینم هرس میخورم. راش بده بی راش بده بیاد بالا. آره استادیابی خودمونه ولی چرا لباسشو عوض کرده؟ در باز کن بازو بیاد در باز کن. سلام خوبین چطوری چرا در باز نمیکنی؟ دوستاد من پشت درم. آره رفتم همه کارا رو انجام دادم اون کارهای الهیارم انجام دادم شیشه رو ریختم و بعد چی گفتم بود بگم گفتم بود اشکر داره لو میده داره لامو میده. واسه اینم که شک نکنین لباسمو نه واسه اینکه اونا شک نکنن یعنی لباسمو عوض کردم لباس مشکی رو دادم به شما اونا. چی داره میگه؟ تو هم همون چیزی رو فکر میکنی که من دارم فکر میکنم. آره دقیقا من دارم به همون فکر میکنم ولی هنوز فرصت داریم شاید اینجوری نباشه. اگه همون باشه بدبخت شدیم. حالا امیدوارم که دیگه شک نکنین دیگه فکرم همینا رو باید میگفتم. آره آره همینا بود. هممون خیلی از قدممون رو صاف برمیداریم گاهی اوقات ممکن اشتباه کنیم و یه بار پامون رو کج بذاریم و پامون پیچ بخوره اما هنوز یه پای دیگه برای اشتباه داریم که سالمه یعنی یه فرصت دیگه برای زندگی. استعدادیاب اونم از دست داد. خداحافظ استعدادیاب. خیلی خوب بازی خوبی رسیدیم بازی خوبیه اما سرمربی دیگه ندارین دیگه گواردیولا کلوب نیستن سومی و چهارمیتون به زودی از بین میره چیزی که من میخوام فقط برد و سه امتیاز این بازیه پس ساعت 4 بعدازظهر من سیتی ولغاز این بار زمین چرخیده بود و ورق برگشته حالا باید تیم گواردیولا بدون سرمربی همچون مهدی خان بازی میکرد اما فرق مهدی خان با گواردیولا این بود که در نبودش هم تیمش خوب نتیجه میگرفت بازی کنید ببینم چند مره حلاجین دیگه بزی باز نادری به حالا تغییرش میکنه و حالا اونجا لیونل مسی حرکت میکنه پشت همه نه بر اون پدرت گواردیولا چه تیمی بی پدر ساخته میاد وسط ای من اشکال نداره ما میریم وای رونالدو رفته بود بعد بهش میدادم پاس رو حالا یار نمیری وای وای خدا این چه خنگه نگاه کن آقا این پا به اون بادره میگه گوه نخور مهدی که از دست بازیکن شماره 4 به شده دست عوضی شده بود سریعا تعویضش کرد و بازیکن دیگه ای آورد تو مسی بیا بیرون مسی بیا بیرون بزن 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 فوق اوه شیت پاس بده کارم تمومه نه بچرخ 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 چوته تو بزن چوته تو بزن خود مگه بی مسی برو مسی مسی خواهش میکنم ازت بزن 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 رونالدو توی دروازه رونالدو نه زاهدی نه 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 نباید بدون گواردیولا با اینا مساوی کنیم فقط صدر از دست رفته باشه من میدونم با شما همچنان صدر جدول خوبه نیمه نهایی اف کاپ چلسی و لغاز این مهدی خانم خودشو مسخره کرده کاپیتانی رو داده به یکی که توی بازی جلو هیچ کاری نمیکنه داره راه میره ما این پشت همه توپا رو جمع کردیم پدرمون در اومد اون جلو داره راه میره الله یار حالا داری درست میگی خب الان منی که از همتون بزرگترم بیشتر از همتون افتخار دارم به خاطر احترام به مهدی خانم کاپیتانی رو دادم به الله یار اما از اون زمانی که کاپیتانی رو دادم به بازوبندش بستم از همون موقع تا الان داره بد بازی میکنه چی داره میگه از خودتون؟ زمانی که هیچ کدومتون نبودیم باشگاه هیچ بازیکن مطرحی نداشت من اولین نفر اومدم سرقفلی باشگاه دست منه مهدی خان از همه کسش به من بیشتر اعتماد داره بعد تیم مازندرانی معلومه که من باید کاپیتان باشه نه پس اون آقایی که از پرتغال اومده شماره 7 اون همون آقا این دست خوب باز نمیشه این چیکار داره میکنه واسه طرف من؟ اینجوری میشه این همزمان باید بیاد سلام مهدی خان خوبی؟ علیکی سلام علیکی سلام
علیکم سلام. چطوری مهدی خان؟ خوبی؟ سلام علیکم مهدی خان. اولاً که تا قبل اینکه بقیه بچه‌ها بیان همینجا بحثو تموم می‌کنیم. آقای دهخانی و آقای رونالدو، اگه علاقیار گل نمی‌زنه، چیزی که من ازش خواستم. کاملا درسته. نگران این موضوع نباشین، توی بازی‌های آینده خودشو ثابت می‌کنه. اما علاقیار از همه بازیکنایی که توی تیمون هستن به من نزدیک‌تره. پس طبیعیه یه سری از تاکتیکا رو به علاقیار بگم که به بقیه تیم نمی‌تونم بگم. قربونت مهدی خان، شمای. بله، درست میشو. بله. حرف شما درسته. آقای دهخانی، شما بازی بد بازی نمی‌کنی. تا تو باشی جب به رختکن متشنج نکنی. آی بابا، ماز بابا، ما یه حرف عقد ما رو گذاشتی بیرون. از اونجایی که دهخانی حرف خودشو میزد و مهدی میدونست که اگه توی تیم بمونه، ذهن و روحیه بقیه بازیکنانم خراب میکنه، این بازی توی ترکیب اصلی راش نداد. زمین گوهی هم دارین خدایی. زمین ما تو مازندران با اون بارونی که داریم میاد از شما بهتره. در سگ. آقا، شرت. غنی پور جوان که پس از دوران مسئولیتش برگشته، حالا دوباره خودشو فدا کنه در مقابل تیم چلسی. دریبل نمیشه. آهان، یه دریبل زیبا، شوت الله یار. نه، بجلو. وای الله یار، بیا دریبلش کن رونالدو، بزن بره تو گل. نه، بزن رونالدو. نه، وای علی پور بیرون، بزن شوتر میره تو گل، توی دروازه است. شهاب زاهدی. برو یکی دیگه. تمومه. سود به فینال اف کاپ. تمسوس ملغاز و مازی کنه طلایی. شهاب زاهدی حذف چلسی دو بار پشت هم، هم تو لیگ هم تو اف کاپ. الله، اگر چیزی میخوای بخوری بخور، تعارف نکن خونه خودته. چش. من راحتم آقا، راحتم. پیجامه من پوشیدم. شما هر موقع اومدی فقط زودتر آنالیز رو انجام بدیم که از همه چی واجب تره. اون شب تا صبح مهدی و الهیار به آنالیز لیورپول پرداخته بودن، چرا که مهدی میدونست کلوپی که خوب بلد بود بازیکن و لغاز معتاد کنه، قطعا واسه امروز یه فکری کرده بود. درستی چی شد؟ دقت کن. این الان آنالیزیه که تو تمرینشون بوده. تمرین طراحی کرده برای این شیوه و اون هم 14 مقابل 4. ساعت 9 شب ولاغاز لیورپول چمپیونز لیگ 1/4 نهایی. اما خبر خوب برای مهدی خان این بود که نادری، عزت اللهی و غلامی از کمپ برگشته بودن. از سریع اون سه تا بازیکن وارد ترکیب کرد و به سمت بازی لیورپول رفت. بدون اینکه به کسی رحم کنین، همه میکشیم بالا. شاید اگر تیمشون و سرمربیشون طمع برد نکرده بود، الان سرمربیشون رو داشتن. برو الهیار، الهیار میری یا الهیار رو دورش بزن. الهیار. یا الله، باش. بیا کمک. نه، سری بگی ساندر رو بزن هدو. اوه، سخت شد. بزن کارت رو بده دیگه، بره تو گل. ماری گلا شماره چهار. مهدی کارشو بلد بود، به کسی فرمان حمله داده بود که دفاع پای چپی بود و فکرش هم نمی‌کردن که بتونه با پای راستش انقدر خوب کاس بده. ولغاز بون از چه یک بر هیچ با تک گل دفاع چپش بازی رو میبره و به مرحله بعدی رقابت ها راه پیدا میکنه، یعنی مرحله برگشت مقابل لیورپول. توی بازی برگشتی مقدار وضعیت تیم افتضاح بود، بخاطر اینکه کلنیزادگان و سعید عزت‌اللهی کاملا میگن انگیزه بودن. پس شجاع خلیل‌زاده به جای حسین کلنیزاده دگان وارد شد و عزت اللهی جاشو به دهخانی داد. نقشه گواردیولا کلوب جواب داد. همه فن پیجای ولغاز مهدی رو تنها گذاشتن. هر بی احترامی که تونستن به مهدی خان کردن. پیج هاشون رو عوض کردن. اسم، عکس و حتی آیدیشون رو تغییر دادن. این چیزی بود که واقعا مهدی خان رو داغون کرد. مهدی بیشتر از این روی افکار و هوش کلوب حساب باز کرده بود. برای همین دوباره قبل از بازی برگشت با الهیار به آنالیز لیورپول پرداختن. بازی برگشت 1/4 نهایی، لیورپول و ولاغاز. لیورپول بدون کلوب هم داشت خوب کار میکرد، اما مهدی خان جوری آنالیزشون کرده بود که اگه حتی خودشون هم میخواستن نمیتونستن ولاغاز رو ببرن. دیونه مسی سرعت بالایی داره اونجا، اونجا الهیار سعید منش را میندازه. الهیار توپ گرفته، الهیار پاسش به وسط، شوت قندی. نه، هر چقدر هم آنالیز کنی گاهی اوقات یه سری مشکلاتی پیش میاد که بسته به شانسته. اوه شت. نه. اوه چون، ما دفعه رو باز نکنی سگ تو رو پدرتون. بابا ما دفعه رو باز نکن، دروازه خالیه دارم بهت میگم. الانش داره میزنه میره تو گل. به خدا دایوه، به خدا دایوه. گم شو. چاوس دیشتی بابا.
بزن بره تو گل، بزن بره تو گل، گل به خودیه. اما این بار شانس برای ولغاز رو کرد. ارسال غنی پور بزن، رونالدو بزن، رونالدو بزن، بزن ریباندو توی دروازه سلاگان. بین دو نیمه لیونل مسی به جای تورابی، نادری به جای دفاع چپمون و شهاب زهادی به جای الله یار تعویض شدن. بگیرنش بگیریم، یه جلو بجلو بجلو اخباری. یه پاس زیبا به غنی پور، از همونجا میتونه گل بعدی واسه ما برام میگیره. نه پاس زیبا به غنی پور، جوان غنی پور، جواب سرعت بالایی داره، میتونه بره واسه گل بعدی و کار رو تموم با گل دیگه. پاس به رونالدو، شوت رونالدو بیرون. اوه بگیرینش بزن، دفش کن شماره 4. تموم میشه کار، سود به مرحله بعدی رقابت ها. آنالیز های بعدی خون بالاخره جواب میده و حالا غنی پور با درخشش الله یار تدمنش و لغاز به مرحله بعدی چمپیونز لیگ میره. منچستر یونایتد و لغاز ساعت 4 بعد از ظهر. شماره رو بگیره. این کیه دیگه؟ شماره ششنا نیست. الو سلام مهدی خان، خودتون هستین؟ الو سلام علیکم، سلامتین، خوبین؟ چطورین؟ قربونت، شما؟ تنهاق هستم، سرمربی من یونایتد. اون از خونه بعدش میاد دم لونش سبز میشه. جانم کاری داشتین زنگ زدین؟ قربان شما سلامت باشین، شما خوبین انشالله. آها، چه کمکی دست من برمیاد؟ حقیقتا ما توی جدول وضعیتمون خیلی رو به راه نیست. اگه جدول رو دیده باشین ما حتی سوم و چهارم هم نرسیدیم و واسه من یونایتد افت داره که به این جایگاه نرسه. از اونجا هم شما صدر جدول رو دارین تسخیر میکنین و وعدتون میخوام این لوتو در حق ما بکنین که ما اولین تیمی باشیم که شما رو میبریم. شما هم توی جدول وضعیت خوبی دارین، قهرمانی رو از دست نمیدین، ولی با این کارتون باعث میشین که هوادارا به ما اعتماد کنن. ممنون میشم که این حل لطفو در حق ما بکنین. بعد اون پیشنهاد سری جرقه توی ذهن مهدی خان زده شد. از اونجایی که احتمال میداد از من یونایتد ببازه، ترجیح داد پیشنهادی بده که به نفع خودش باشه. آها، الو قطع شد. الو مهدی خان، الو مهدی خان، صدامو داری؟ آه نه صداتون هست، صداتون هستش. آه سلام میتونم کمکت کنم، ولی نه اینجوری که همون اول بازی رو واگذار کنیم. ما تا دقیقه 50 هیچ حمله‌ای بهتون نمی‌کنیم و فقط توی نیمه زمین خودمونیم. تا دقیقه 50 فرصت دارین که حداقل بهمون یه گل بزنین. اگر یه گل بزنین ما از بازی انصراف می‌دیم و بازی رو 3-0 می‌بریم. اما اگه تا دقیقه 50 گل نزدین، اون موقع ماییم که ضد حمله می‌زنیم. قبوله. ولغاز به درجاتی رسیده بود که خیلی آرزوشون بود یک بار ولغاز رو ببرن. این بار تنهاق فرصت داشت تا شانسش رو امتحان کنه. مگه چی نقب دوستان مگه چی نقب؟ تا دقیقه 50 بازی حق جلو رفتن نداریم. ما تحمل کنیم و حفظ سود بکنیم، تا دقیقه 50 هیچ گل نخوریم. اگر یک گل فقط بخوریم بازی رو باید انصراف بدیم و 3-0 تنهاق میبره. آی آه! این کار رو از روی رضای خدا انجام نداد، بلکه هدفی پشتش بود. نره این دیگه دوستان، من گفتم تو دقیقه 50 هیچ گلی نخوریم. خفه خان گمش. آقا آی چیکار داریم میکنین؟ من دارم میگم برین جلو، خرابش نکن الله یار. ایج ووش، آقا بیا برو الله یار دیگه. ووش نه باز خوب صدری. نیمه نهایی رقابت ها ولغاز و چلسی بودن. اما از اونجایی که مهدی خان در بازی پیش بعد نتیجه گرفته بود، این بار یه فکر شوم به سرش زد و اونم اوردن قاچاقی نیمار به تیم بود. سلام میذاریم به مسی، وقتشه دیگه. سلام مسی، خوبی؟ چطوری؟ الو سلام مهدی خان، خوبی؟ چطوری؟ امشب وقتشه، باهاش صحبت کن، بگو تا 3 ساعت دیگه بیاد. امشب همین الان هماهنگیاشو انجام میدم. شبت بخیر، خدافظ. نیمار جونیور، پیش شماره برزیل چند بود؟ الو نیمار خوبی؟ نیمار دقیقاً 2 ساعت و 45 دقیقه بعد از تماس مسی با هماهنگی مهدی خان وارد باشگاه ولغاز شد. به به، چه اماراتی؟ هوادارا که از دیدن یهوی نیمار پرهاشون ریخته بود، از ته دل تیمو تشویق کردن و نیماری که کنار مسی و رونالدو به کمک ولغاز پیوست. واسه نیمار جونیور داده میشه. نیمار جونیور با شماره 25 اومده در این تیم. یونو دبل تاچ میخواد بزنه اونجا، خود نیمار یه سر توپ. نه شت بگیرش. وو همین سان کنه، بدون استو رونالدو بزن. نیمار جونیور از همون گوشه داره زده حمله میزنه. آیا نیمار میتونه به تیم ولغاز کمک کنه و تیم رو به گل برسونه یا نه؟ نیمار جونیور سرعت بالایی داره، این بازیکن به سمت داخل میاد. خود نیمار به عقب تر، بده پاستو، بزن بره تو گل. برکلا نیمار.
از اونجایی که رونالدو کاملا خسته بود، ترجیح هم به جای علی پور تعویض شد و همچنین دهخانی به جای سعید عزت‌اللهی و وریا غفوری به جای دفاع چپمون. وای 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 یا نادری 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 سان بکش، نادری ارسالش کن، نادری 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 آروم، نادری آروم، نادری بکش، بزن 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 این دیگه. بالاخره ولغاز از چلسی باخت. سرهنگ مظفری ببخش اطلاعات، سرهنگ مظفری ببخش اطلاعات، مینگ مینگ مینگ، سرهنگ مظفری ببخش اطلاعات. آقا یا جانم سرگرد. هی سرهنگ، یکی از بزرگتری قاشقای فوتبال تو ولغاز دوباره اتفاق افتاد. باز دوباره؟ این حکم پلمپ ولغازه. این حکم رو بگیر و در اولین فرصت ولغاز رو برای همیشه پلمپ کن. چشم چشم چشم. بگیر و این عملیات رو انجام بده. ممنون از شما. چشم سرهنگ، در اولین فرصت اطاعت میشه. ما عقبیم اما هنوز میتونیم فاصله رو کم کنیم. ما باید دوباره سبک فوتبالمون رو ارائه بدیم و بعد گل زنیم میسر میشه. این بار ولغاز با تمام قوا اومده بود، پر از اعتماد به نفس، پر از باور، شاید حتی پر از خشم برای انتقام. شوت کن رونالدو، شوت کن. نه بکشیم بالا، تا آخر بکشیم بالا ببینم. شاید یکم دیر اما بالاخره پرشته اینجاست. ولغاز بیدار شد. نه بزن 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 برگشت بزن برگشت شو برو تو گل. هوای بارونی نشون دهنده قدرت ولغاز بود و اینو همه میدونستن. از این بارم مهدی خان شانس آورد. بکشین عقب، بکشین عقب، همینو حفظ کنین، همینو حفظ کنین، همینو حفظ کنین. میکشه بالا حریف. نه بعد میذارید علیپور، علیپور نباید میذارید. یکیشونو بزنین سری یکیشونو بزنید. دملی بعد بیاریم بخوریم. سری یکیو بزن. آفرین. یکی اونجا به کارین. 3-2-1 اخباری برو. کارشون تمامه. الله یار غنیپور هست. الله یار غنیپور. اوه شبی بدر. گل آخر کارت قرمز بده بشه. عجب خری هستی تو. جفای یارو زد. تمام شد. ولغاز بالاخره به آرزوی خود رسید. با درخشش الله یار سید منش به فینال چمپیونز لیگ صعود میکنه. مهدی خان خیلی زودتر از اینکه مظفری حکم پلمپو بگیره منتظرش بود و مظفر اینو نمیدونست. سلام علیکم مهدی خان. آقای مظفری، هر چی وسیله داری همراه به بازیکنات، همه رو دستور بده هر چی وسیله دارن جمع بکنن که اینجا میخواد واسه همیشه پلمپ بشه. تا الان انتظار داشتم زودتر بیای، یه ذره دیر شد. پلمپ ولغاز خوشم میاد. کسی داره از قانون حرف میزنه که خودش پرونده داره. این شما نیستی؟ مامور قانون سرهنگ مظفری. این فیلم واسه شما کی فرستاده؟ باور کنین گول خوردم. یادت رفتش که کی آورده توی لیگ انگلستان و کلانتری 800 و من قدر زحمت شما رو میدونم. میدونی که اگه این فیلم برسه دست سرگرد چی میشه؟ پس اینجا پلمپ نمیشه. هر چی دستور بدین اطاعت میکنم. نمیخوام توضیح بدی. سنت خیابون بالاتر، خیابون 24. اونجا یه ورشگاه کوچیک خریدم. به جای اینکه اینجا رو پلمپ کنی، به وظیفت عمل میکنی. ولی اون ورشگاه کوچیک رو پلمپ میکنی. و حواست باشه این فیلمت پیش من هست. سرهنگ مظفری میدونست اگه اون فیلم رو به دست سرگرد برسه چه عاقبتی واسش داره. پس باید بدون بهونه اون کاری که مهدی خان ازش خواسته بود و انجام میداد. اونم به نحو احسن. ما میدونیم چه کاری باید انجام بدیم. اکنون فقط باید چارچوب ذهنیمون رو در راستای این قرار بدیم. پس ساعت 6 بعد از ظهر ولغاز تاتنهام. مهدیخان کاملا مطمئن بود که این جام رو امشب به خونه میبره اما غمی که تو چهرهش بود برای پایان ولغاز بود. بزن گمش بزن بره توی گل رونالدو. نه قندی تو رو خدا، قندی پور وای تمومش کن. الله یار سیاد منش. آها عشق است مهدی خان. نیمی اول ولغاز میشود اما کاملا بازیکناشون خسته شده بودن و اینجا مهدی خان باید تعویضیاشو انجام میداد. نه الله یارو برام بیرون کسی نمیتونه کاپو بره بالا. پس بعد تو باشی. بگیرین اینا رو بابا. بگیر اون بی پدر رو بگیر. این بعد شوت میکنه، اینو نگه دارین به خدا. گاو اصلا ببین دایبه اصلا چک نکن. اینو بگیر، این دو نفر رو بگیر فقط. بگیر شوت نکنه. بده عقب. ها غنی پور برو تمامش کن. بیا دیگه تو خوب تمام میشه کار. بالاخره ولغاز اولین گانشو به دست میاره، یعنی اف ای کاپ انگلستان. تلاشای که کردن بالاخره نتیجه داد. بالاخره بعد از مدت ها به اون چیزی که میخواستن رسیدن و مهدی خان و از شادیر
به آسمون پرت میکردن. الاگر کار خودش درست انجام داد، کل تیم تونست به اون چیزی که میخواست برسه، اما فعلا قهرمانی لیگ و چمپیونز لیگ مونده بود، پس بعد میرفتیم سراغش. لیگ تموم شد و لیونل مسی از اول آغاز تنها بازیکنی بود که بهترین بازیکن لیگ جزیره شد. در کنارش روز آخر دراماتیک، اول آغاز قهرمان لیگ شد، صدر جدول با 76 امتیاز و یک امتیاز بیشتر از چلسی. این آخرین بازی مهدی خان با اول آغاز بود. کل تیم حاضر آماده همچون سربازی در خدمت فرمانده بودن. مهدی خان با اجازه دادن به رفتن استعدادیاب و حضورش کنار زمین همه چی عادی نشون داد، جوری که هیچ کس به شکی نکنه. مهدی دیگه با بردن تیمایی که قبلا آرزوش بود ببرشون خوشحال نمیشد، چرا که عملیاتش بردن آرسنال، چلسی یا منسیتی نبود، بلکه چیزی بود که مدام توی ذهنش تکرار میشد: سگانه، سگانه، سگانه. راز موفقیت آدمای تنها بیداری شباست. مهدی غمهاشو شبا تخلیه میکرد، گاهی با بغض، گاهی با گریه، گاهی هم با نوشتن. این کار باعث میشد صبحها شادتر از همیشه، بدون انرژی منفی، با قدرت کامل عملیاتشو ادامه بده. شاید اون روزی که مهدی خان بلاغات رو تأسیس کرد توی رویاش هم نمیدید که به فینال چمپیونز لیگ برسه، اما الان اینجاست. هم بلاغات، هم کاپ چمپیونز لیگ، هم مهدی خان، و امشب سگانه بلاغات تکمیل میشه. نگاه کن. ای بر اون پدرت لعنت دوناروما. بزن دیگه، نمیذارم بزنم. بده این گل بشه. بزن بزن، به پاس نمره بده، به پاس فقط نمره بده، هیچی نگو. یا حضرت عباس. نه مسی یا عباد فصل. بگو بره توی گل، کامبک ولقازینه. نیمه اول خیلی خوب تونستیم کامبک بزنیم، اما کاملا لپامو خسته شده بود و اللهیارم داشت کم میورد. پس سریع عارف غلامی به جای حسین یکن نزدگان و دفاع چپ هم تقویت کردیم و سامان قدس رو بردیم تو. اینم آخریش. نه 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 بزنه دو دوش کن، تموم میشه کار. گاهی اوقات زخم ها رو همیشه دارو خوب نمی کنه. زخم هایی که مهدی خورد فقط با قهرمانی تسکین داده می شد. حالا مهدی خدای لیگ برتر بود، اما ترجیح داد زمانی که همه درگیر قهرمانی بودن و حواسشون نبود بره. فقط الله یار می دونستی داره کجا میره تا راه رو برای بقیه باز کنه. توی زمین فوتبال همه سربازیم، چه بازیکن، چه دروازه‌بان، چه مربی. توی جنگ هم طرف خوبی وجود نداره، یا میزنی یا میخوری. پایان فصل اول شاید ادامه داشت.